سلام دوستان، به کانال آشپزی نارگل خوش اومدید. برنامه امروز ما طرز تهیه کوکوی بادمجون هستش. شاید کوکوی بادمجون مثل کوکوی سیب زمینی و کوکوی سبزی شناخته شده نباشه و کمتر مردم رو بشناسن، ولی چون ماده اصلی این کوکو بادمجون هست، طرفداران زیادی داره. مواد مورد نیاز: بادمجون قلمی 4 عدد، تخم مرغ 4 الی 5 عدد، بستگی به اندازه تخم مرغ داره. اگه درشت باشه 4 عدد کافیه، اگر درشت نبود میتونیم از 5 تا تخم مرغ استفاده کنیم. پیاز متوسط 1 عدد، سیر 4 حبه یا سبزه، فلفل دلمه 1 عدد، آرد گندم 1 قاشق غذاخوری، زعفران دم کرده 1 قاشق غذاخوری، سرچوبه، پودر فلفل سیاه، نمک، پودر پاپریکا و روغن به میزان لازم. ما این کوکو رو به چند روش میتونیم آماده بکنیم. یه روش هستش که بادمجونا رو به صورت خام رنده کنیم و کوکو درست کنیم. روش دیگه این که بادمجونا رو سرخ کنیم. روش سومی رو که ما امروز میخوایم با اون کوکو رو آماده بکنیم این هستش که بادمجونا رو کبابی بکنیم. این روش هم خوشمزه تره هم سالم تره. شکاف هایی روی بادمجون ایجاد میکنیم و بادمجون رو روی گاز قرار میدیم تا کباب بشه. اگر روی آتش باشه خب خیلی بهتره، ولی آپارتمان های این اجازه رو به ما نمیدن. هر دو سمت بادمجون باید خوب کباب بشه. به این علت شکاف ایجاد میکنیم که بادمجون ها کامل مغز پخت بشه. و نه، برای اینکه بتونیم بادمجون ها رو تمیزتر پوست بکنیم، شیر آب رو خیلی کم باز میکنیم. بادمجون رو زیر شیر آب نمیگیریم، دستمون رو خیس میکنیم و پوست بادمجونا رو میکنیم. بادمجونا رو که کبابی کردیم، میایم به وسیله گوشکوب برقی یا گوشکوب دستی یا ته لیوان خوب لهش میکنیم. یه پیازی که داشتیم رنده میکنیم، آب پیاز رو جدا میکنیم و داخل مواد میزنیم. بعد از اینکه بادمجونا رو کوبیدیم، پیاز رنده شده و سیر رو که داشتیم خورد میکنیم و اضافه میکنیم به مواد کوکو. بعد فلفل دلمه یا رو به خاطر عطرش، البته این سلیقه‌ایه، میتونید نریزید، به خاطر عطرش خیلی ریز خورد میکنیم و اضافه میکنیم به مواد کوکو. بعد تخم مرغایی که داشتیم رو اضافه میکنیم. اول 4 تاش رو من اضافه میکنم ببینم میزانش کافی هست یا نه. اگه کافی نبود، در آخر دوباره اون یه دونه رو هم اضافه میکنم. مواد خوب با هم مخلوط میکنیم. بعد از اینکه این مواد رو خوب مخلوط کردیم، ادویه ها رو میام اضافه میکنیم. پودر پاپریکا، پودر فلفل سیاه، زردچوبه،
نمک، زعفرون دم کرده، باز اینم بستگی به ذائقه خودتون داره و سلیقه‌ای، جز مواد اولیه نیست. و یه قاشق آردی که داشتیم رو اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. بهتر که اون یه تخم مرغی رو هم که نگه داشته بودم اضافه کنم به مایه اصلیش. بعد که شما خوب مخلوط کردین، به دو روش میتونید آماده بکنید. یکی اینکه میتونید داخل فر بذارین و یا اینکه سرخش بکنید. سرخ هم میتونید به صورت یه تیکه سرخ بکنید، یعنی روغن بریزید داخل مایه تابه کامل که روغن داغ شد، مواد رو بریزید توی روغن و یه تیکه سرخ کنید. یک سمتش که سرخ شد، سمت دیگر رو هم سرخش کنید. یا اینکه میتونید از این قالبا استفاده کنید که کوکوش خیلی شکیل و زیبا میشه، که به صورت قالب های قلبی، گل و شکل های دیگه است. ما امروز میخوایم به صورت قالبی این کوکو رو آماده بکنیم و من از قالب قلبش استفاده میکنم که فانتزی هست و برای مناسبت ها از اون استفاده میکنم. بی تو اما همه جا آبی و غم گرفت است، ابر آسمون یه قطره بارونم نداره. تو اگه مقدار باشی روغن داخل ظرف مورد نظرمون میریزیم و کمی نمک هم بهش اضافه میکنیم. بعد قالب قلبی رو داخل روغن میذاریم، اجازه میدیم تا روغن کامل داغ بشه. روغن که کامل داغ شد، از مایه کوکو داخل قالب قلبی میریزیم. کامل پر میکنیم قالب رو. یه ذره که مایه خوش رو بگیره، راحت میتونیم قالب رو جدا کنیم. مایه که یه ذره خودش رو گرفت، قالب رو راحت جدا میکنیم. دوباره میذاریم کناری یا دوباره داخلش مایه میزنیم. یه سمتش که سرخ شد، برمیگردونیم سمت دیگرش هم سرخ میکنیم. فقط باید دقت داشته باشین که حرارت باید متوسط رو به پایین باشه. کوکو بادمجون قلبی آماده شد. امیدوارم شما هم این کوکو خوشمزه رو آماده و در کنار عزیزانتون میل بفرمایید. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید و به کانال ما بفرمایید. ممنون و متشکرم. با تو من بهارم، بی تو شوره.